تشکر رفیق مراد، اختیار دارید. بسیار بحث جالبی بود، درسته به قول خودتون یه مقدار پراکنده بود، ولی خب نکات انقدر زیادن که آدم بله چاره ای نداره. یعنی فقط بخواید نکات رو اشاره کنین، خودش بله یه ساعت همینجوری که دیدید وقت میگیره. بنابراین توقع نباید داشت از یه بحث که بتونیم همه این مسائل رو حل کنیم بله و بهش بپردازیم. همونطور که خدمت رفقا هم گفتم، رفیق مراد رو که فعلا حتما یه جلسه دیگه داریم آخرای ژانویه برای بله ادامه این بحث، داشت خیلی از این نکات اونجا میشه بیشتر شکافت. خیلی و هم من که خوشحال شخصا امیدوارم آخر ژانویه هم تازه اول کار باشه، یعنی هنوز بله بتونیم رفیق مراد رو داشته باشیم و این بحث رو ادامه بدیم. بله به هر حال متشکرم رفیق مراد. خواهش میکنم. همین من که فقط یه تشکر نکتم بگم، یعنی همونجور که خودت هم گفتی، اینها به هر حال من ممکنه در حین بحثم یه مقدار چه میدونم با یه حالت دوگماتیک مثلا مطرح کرده، ولی اینها پرسش هایی هن، یعنی ایده هایی هن که هر کدوم باید سرشون بحث بشه. من اینها رو به عنوان حالا مثلا نتایجی که خودم بهشون رسیدم و دیگه مولا دردشون نمیره نبود، به عنوان موضوعاتی که میتونه واقعا به بحث گذاشته بشه و سر هر کدومش من واقعا خیلی هم جویای اینم که نقد بشن و ضعف‌ها و تناقضاتشون دور بشه. بله دقیقا، مرسی رفیق مراد. خب رفقا، تا رفیقمون مراد یه استراحتی بکنه، رفقایی که مایلن صحبت کنن نوبت بگیرن و رفقای ادمینم لطفا میک و بلندگوشون رو باز کنن. اگر رفیق نخواست از ویدیو استفاده کنه، به اصطلاح خب خودش میوت نگه داره، ولی به هر حال صحبتش رو خودش میتونه آن میوت کنه. دو، اینکه از فرصت استفاده کنم خدمت رفقا عرض کنم که ما جلسه بعدیمون 3 ژانویه است اگه اشتباه نکنم، بحثی است در رابطه با دوره بندی سرمایه‌داری که اتفاقا رفیق مرادم یه اشاراتی بهش کردن و بحث رو من معرفی میکنم. میخوام یه سری بحث باشه در این رابطه. هفته بعدش هم رفیقمون کامبیز سخایی رو داریم که همین بحث دولت رو ادامه میدن در رابطه با نقد مارکس به فلسفه حق هگل و به اصطلاح ایرادای مارکس به دولت مدرنی که به اصطلاح هگل مطرح میکنه. در اون بحث هم اتفاقا به یه شکلی ادامه همین صحبت امروزمون رفیق مراده. بحث دولت رو به هر حال ما باید خیلی جدی بگیریم، همونطور که رفیقمون مراد گفت. واقعا همه ماها به هر تجربه ای که گذشتیم واقعا نگاه که کنیم عمیق‌تر به مسائل، می‌بینیم عاقبت مسئله دولته. تا این مسئله رو ما درست نفهمیم و درست حل نکنیم، مشکلات دیگر آنچنان نخواهیم فهمید. به هر حال رفقا لطف کنن دست بالا کنن، می‌بینم دو رفیق نقدن دستشون رو بالا کردن. اگر رفیق مراد آماده این که من بگم رفقایی که دست بالا، بله رفیقمون جیه اول دستشو بالا کرده بود، بفرمایید رفیق جیه. خسته نباشید مراد عزیز. خیلی ممنون. به نظر من یکی از ویژگی های برجسته و قابل تحسین مباحثات اجتماعی و اقتصادی شما بدون تعارف بررسی این پدیده ها تو چارچوب مطلب سرمایه است. انتظارم اینه که این مباحثات به مربوط به دولت رو هم با تشدد بیشتری توی چارچوب داشته باشیم. اما از این انتظار و توقع شخصی که بگذرم یه سوال دارم و اون این که چقدر ترند غالب تو دوران حاضر متأثر از مباحثات دولت ملت می‌بینیم و چقدر تو راستای حرکت به سوی دولت جهانی. مثلا منظورم مباحثاتی که مثلا ویلیام رابینسون مطرح که چند از مقاله اخیرش سایت گرایش سوسیالیسم انقلابی ترجمه شده و از جمله تو همین مقاله انباشت سرمایه و دولت پلیسی جهانی معتقده که بعد از
11 سپتامبر این پروسه جهانی شدن دولت پلیسی جهانی با سرعت بیشتری داره رشد میکنه و ناگزیر آن هست برای پاسخگویی به بحران سرمایه داری. میخواستم این دو ترند رو از نظر شما یه توضیح درسته. من حالا واقعا با بحث رابینسون از دور یه آشنایی داشتم، سر فکر کنم اون ناقد همین مسئله است، یعنی همین باز سرمایه‌داری کشوری و هم در قالب دولت ملت و اینا رو نفی میکنه و بیشتر روی باز همون حرکت سرمایه جهانی تاکید میذاره. میگم من با کتابش و بحثاش اونجور آشنا نیستم، ولی به نظرم میاد که حالا برگردیم باز مثلا به واژه های خود مارکس، همونجور که خود مارکس هم میگه یه جور این فورمال سابسامپشن، این ادغام سوری اصل اصلا گسترش سرمایه است، یعنی جایی که سرمایه با هزار چیز دیگه ترکیب میشه و از اونا استفاده میکنه بدون اینکه حالا واقعا ماهیت اونها رو خیلی تغییر بده. و به نظر من میاد این بحث دولت و همین دولت ملت ها یه نمونه از همینه، یعنی هر جا حالا یه جا دین میاد تو کار، یه جا نمیدونم فرهنگ نقش مهم بازی میکنه، ولی در همه این موارد اتفاقا به نظر میاد اون نیرویی که اون پشت متمرکز برنامه ریزی میتونه بکنه و به هر حال یه جوری اصلا گره کار دست اونه دولته، که در واقع به خاطر همون وصل بودنش به نظر من به خشونت و به زور ناب و سازماندهی خشونت میتونه کار رو پیش ببره در همه جا. من یه نکته که مثلا توی بحثم یادم رفت بگم اینه که اتفاقا توی این بحث نقشی که مثلا دولت ایفا میکنه، خود من بعدها که جلوتر رفتم دیدم حتی فرضاً در قیاس با نهادها یا نیروهایی که حتی قدیمی تر و ریشه دارتر از دولت هستند، مثلا دین، در واقع ما میبینیم که اتفاقا تا چه حد دولت ها نقش اساسی رو داشتن. حالا کاری ندارم به هم اسرائیل امروز، ولی کلا در واقع توی نظریاتی که این چند وقتی 30-40 ساله در مورد دولت اموی، خلافت در واقع معاویه و بعد عبدالملک مروان و نقشی که اصلا اون حکومت ایجا داشته اصلا در شکل‌گیری اسلام و سازماندهیش، عین همینو اصلا ما در مورد یهودیت داریم که دولت یهودی دو قرن قبل از میلاد اتفاقا در جنگ با همسایه های یونانیش اصلا امت یهود رو میسازه، یعنی همه المان هایی که الان هست قبلا بوده، یه سری متن بوده، یه نمیدونم معبدی بوده، یه نم اسطوره هایی بوده، حتی یه مناسکی مثلا بوده، ولی اینا رو اون دولت میاد به هم جوش میده، یه دست میکنه، ایدئولوژیزه میکنه، یه چیزی به نام امت یهود میسازه با یه معبد، یه متن، یه روزای تعطیل، یه سری مناسک، یعنی اتفاقا حتی یهودیتی هم که بعدا مسیحیت از دلش میاد بیرون ساخته دست دولته و این راجع به خیلی از ادیان دیگه میشه گفت. و اتفاقا اینجا آدم میبینه که دولت به عنوان نیروی دارای در واقع اصلا اون قدرت زور اصلی نقش اساسی داره در همه جا، یعنی هر جا که اتفاقا همین زور ماورای اقتصادی در کاره، دولت حتی عامل اصلی پشت شکلهای دیگه ای از خشونت هم هست، یعنی اگه ما تبعیض داریم، نژادپرستی داریم،
بنیادگرایی دینی داریم، اینا همش برمیگرده به دولت. از طریق دولت هاست که اینا سازماندهی پیدا میکنن، ساخته میشن و در واقع افکتیو میشن. رو همین اصل تو سطح در واقع حالا سرمایه داری جهانی هم به نظر من میاد که اگرچه هست که در واقع سویه هایی از سرمایه که بیرون از شاید دولت هاست، همین کمپانی های جهانی و غیره و غیره، ولی به نظر من باز اونا تابع در واقع همین ادغام سوری هن. یعنی اون ادغام واقعی، بله، اون سرمایه نابی که اصلا به هیچ جا تعلق نداره در حال حرکت، بله، شاید این دوره با فاینانشیالیزیشن و سرمایه مالی و این جستای نئولیبرالی یه مقداری برجسته شده، ولی به نظر من حرف اصلی رو هنوز باز همین تکثر دولت ملت های سرمایه سالار. ممنون رفیق مراد. رفیقمون امیر، نوبت شماست، بفرمایید. بله، صدای ما میاد؟ بله من سلام میکنم خدمت شما و مراد عزیز، و من خیلی آشنام با بحثای مراد، میدونم که یه 7-8-10 سال در واقع خیلی این بحثا رو چیز کرده، ادامه داده سر مسئله چند دولت ها، این تاکید روی همین بچه متکثرشون در نسبت با سرمایه ها و اینها، و در حالی که بخشی از حرفاش بکنم امروز زد، و داخل پرانتزم بگم یک مقاله خوبی هم تو این زمینه باران عمادیان نوشته به انگلیسی که اگر دوستان سرچ کنن اونم میتونن بخونن تو این بحث دولت ها و سرمایه ها. ولی یک نکته ای وجود داره در این بحث، در واقع من احساسم اینه که خب با یک پیشورز همین وبری شومپیتری در مورد دولت ها مراد شروع میکنه، و خب حالا رابطه دولت و سرمایه و اینا رو میگه، ولی در نهایت اون فهم اولیه از این دولت ها مستقل از سرمایه داری و دست نخورده باقی میذاره، اونم به این خاطر که فکر میکنم یک طرفه ماجرا رو روش خیلی تاکید میذاره که به هر حال در دولت ها یه جوری همین سازنده سرمایه بودن، همون خود در انگلستانش هم تو مثلا تورنتی می نویسن این دولت مطلقه، اون سانترالیزیشن در دوران کرامبل اگه نبود اصلا ماشین بخار و حصاربندی و اینا اصلا ممکنه، ولی خب این یه طرف قضیه است. از اون طرف هم دولت ها خودشون یه جوری همین برساخته سرمایه داری هستن، مثلا پولانزاز حتی تا اونجا میره جلو که دولت مطلقه هم میگه یه جور همین دولت تیپ، یه جور دولت سرمایه داری دولتی، یه جور تیپ سرمایه داری دولتی، یه جور سرمایه داری اوان للتر. اونجا این مدل کار کردش تو ایران خودش همین دولت رضا شاه، درسته شاید به انکشاف اجتماعی اقتصادی سرمایه در جامعه نیست، ولی خود دولت سرمایه داریه، اهمیتش هم از این بابته که خب درست، بله، یعنی انقلاب جهانی و اینا که خب به این معنا که یه دفعه چوب جادویی وجود نداره که رخ بده، از یه جایی از یه کشوری شروع میشه. خود لنین مثلا میگه از ضعیفترین حلقه زنجیر مثلا شروع میشه، ولی خب نکتهش اینه که این مبارزه با سرمایه دولت اصلا امروز الان جدا نیست، تمام این دولت و دولت های سرمایه داری هن. و حالا این رفیقمون بحث ویلیام همین رابینسون و بو حالا بحثاش سر دولت جهانی و دولت نمیدونم تراملی و اینا که اونا رو بذاریم کنار، یه جور همین ورژن همین چیزی از همین توتالیته اکسپرسیو همین هگلی که حالا سر اینا نمیدونم، ولی یه چیز جالبی میگه، میگه که این بالاخره این دوگانه ساختن بین سیاست و اقتصاد یه فضای شیزوفرنیکی درست میکنه، یعنی بالاخره اینا رابطه درونی بین دولت و سرمایه این اون طرف قضیه رو چقدر مهمه، یعنی اینو خواستم یه ذره راجعش حرف بزنید که خود این دولت ها امروز همشون ساخته سرمایه، حالا اینو میشه تعبیرهای مختلف داد، اصلا کارکردشون سرمایه است، بازار ملی درست میکنن، واسه انباشت سرمایه ملی میشن، همین مخلص. والا من قبول دارم، فکر میکنم، فقط نمیدونم، شاید به یه
نوآوری یا یه انفجار نبوغ نظری مثل خود مارکس مثلا نیاز داریم بین این دو پروژه نقد اقتصاد سیاسی و پروژه به هر حال انقلاب رادیکال اجتماعی که بر خود مارکس هم به هر حال چون هم سر لهستان و هم ایرلند و اینا حساسیت نشون میده، حتی خودش هم به هر حال نظراتش هم چون آخر عمر اینقدر دیگه با یه انقلاب جهانی خصوصا نظریه استیجیستی رو که دیگه کاملا کنار میذاره، اصلا دیگه چه میدونم عناصری از جامعه دهقانی روسیه میتونه مثلا نقش انقلابی بازی کنه، کمونهای مثلا روستایی، من بیشتر حالا توی این دوگانگی بله رو اون جنبه دولتی تاکید گذاشتم. خب اولا برای اینکه خب یه بخشی از قضیه اگه قرار باشه به هر حال یه جور کلیت تاریخ رو بخواد در بر بگیره، خب ما با هزاران سال قبل از سرمایه‌داری طرف هستیم، یعنی به هر حال دولت خیلی قدیمی تر از سرمایه است، در این هیچ شکی نیست، ولی در اینکه امروزه بله یعنی ما نمیتونیم دولت رو مجزا بکنیم، درسته حتی اقتصاد توی جامعه سرمایه‌داری فقط یه جور میشه گفت فانکشنال دیفرنشیشنی پیدا کرده، یک تفکیک کارکردی پیدا کرده، ولی در این حال کاملا روشنه که همراه با دولت، شاید حالا حتی اگه توی خود به اصطلاح اون بازسازی اقتصادی که مارکس از سرمایه میکنه بحثایی که آره منم قبول دارم، من جنبه های وبریش رو برجسته میکنم، از جمله مثلا حسابداری، قوانین، اون رویه چه میدونم به هر حال قانونی که تو هر مملکتی هست و سرمایه به هر حال به میانجی اون عمل میکنه، خصوصا در شرایطی که اتفاقا اصلا شبیه الگوهای کلاسیک لیبرال نیست، یعنی اون اقتصاد سیاه اون دیر، تمام زد و بندها، تمام انحصارها، تمام در رفتن از مالیاتها، اینا همه در چارچوبهای دولت ملتی خاص داره رخ میده که دقیقا باید اتفاقا ارتباط بین هم اقتصاد با سویه های دیگه شد دید. من شاید حالا میگم یه مقدارم اینجا بحث بر سر اینه که چگونه مثلا اینا رو آدم با زبان اقتصاد سیاسی ارتباط بده و بیان کنه. من بیشتر حالا همونجور که خود گفتی آره اون رو تاکید گذاشتم برای اینکه به نظرم میاد که مثلا چه میدونم حتی انتخاب مثلا یه ابلهی مثل ترامپ داره تاثیرگذار میشه، یعنی درسته خب مثلا چه فرقی بین ترامپ و بایدن هست به لحاظ سرمایه، اصلا در این سطح فردی اصلا میشه اصلا از فرق صحبت کرد، ولی بعد میبینیم که یهو چه میدونم رو آمدن راست افراطی از تو آرژانتین تا نمیدونم همه جا، پوپولیزم راستگرا، اینا رو من نمیدونم واقعا تا چه حد میشه بر اساس بله ریشش نهایتا تو سرمایه‌داریه مسلمه، همه جا تورم میاد، فقر هست، مردم نمیدونن چه خاکی تو سرشون بکنن، میرن به یه سری نمیدونم همین دماغوژ فلان رأی میدن، ولی در این حال به نظرم میاد که لازم ما اتفاقا این جنبه های همین امر پاتیکولار رو بیشتر بهش توجه کنیم. تو خود تجربه ما از انقلاب 57 تا همین امروز دارن فوش میدن به چپ و اینا برای اینکه چرا مثلا ما دقیقا نقشی رو که یه چیز کاملا قرون وسطایی مثل روحانیت شیعه میتونست بازی بکنه و کرد رو خب اونجور ندیدیم و
اتفاقا اینو قایم کردیم زیر یه سری حرفا راجع به امپریالیزم و سرمایه‌داری جهانی و نمیدونم از این حرفا. این توجه اتفاقا هگلی به امر پاتیکولار که حالا اون اکسپرسیو توتالیتی، من اون اونقدر مد نظرم نیست، من فکر می‌کنم این حرفا بیشتر اسپینوزاییه، چون واقعا از نظر من اگرم یه امکانی بوده، امکان تاریخی بوده که شاید آخر قرن 19 هم که مارکس هم در واقع اصلا یه جوری مال اون دوره است و اوایل قرن 20 هم شاید یه امکان تاریخی بود که مثلا یک انقلابی فراتر از مرزهای ملی بر اساس مثلا حالا وحدت کارگران صنعتی رخ بده، ولی واقعا حتی اگر یک امکان تاریخی هم بهش بدیم، اون امکان دیگه الان اصلا موجود نیست، یعنی اصلا بیمعنیه. من نمیدونم شعار کارگران جهان متحد شوید اصلا چه معنی داره الان، چگونه میشه اینو به یه سیاست انقلابی وصلش کرد، از کجا باید، یعنی اینو چگونه میشه به همین پوپولیزم راستگرا، به فاشیزم، به نجات پرستی، به مرد سالاری، به قضیه حجاب، به صد هزار تا چیز دیگه، این کجا وصل میشه؟ من اینو قبول دارم که اصلا اون چیزی که من مثلا ارائه دادم مسلما به عنوان یک سازه نظری خیلی جاهاش میلنگه، من اصلا صرفا حالا یه چیزایی رو همینجوری ریختم وسط، هنوز از این تا رسیدن حالا به یه تئوری انقلاب یا حالا الان چه باید کرد خیلی راهه، ولی فکر میکنم که با تجربه های خاصمون نشون میده که ما بیشتر اون جنبه رو اتفاقا، یعنی مارکسیسم به شکل سنتی اون بر رفته، همش اقتصاد، همش انقلاب جهانی، همش تاریخ مبارزه طبقاتی است، همه جا از طبقات صحبت کردن و اتفاقا اون سویه نظریه انقلابی مارکس کمتر مد نظر بوده، حتی پولانزاس و اینام حرفاشون به نظر من خیلی کمک نمیکنه به این بر ماجرا، به نظر من خیلی احتیاج داره به همون بحث لنینی که باید چوب از این بر خم کرد تا به هر حال نهایتا به یه راستی و یه تعادلی برسه، ولی اینو قبول دارم که بله توی بحث من قاناخار اون سوی وبری میومد رو، خصوصا توی دورانهای معاصر، حالا بحثهای تاریخی به کنار، و یه جورایی خیلی هم چفت و بستش با فرضاً نقد سرمایه‌داری اونقدر روشن نمیشه و خب این جای کار داره، اینو من قبول دارم. حالا من این رابینسون و اینا مثلا جواب اینو دارن ندارن، اونو من واقعا صلاحیت چه ندارم، مثلا یه مقداری بعد مثلا شما دوستان همین در حال اینکه مثلا اون چی میگه واقعا سرمایه بیرون از دولت ملت الان کجاست، نقشش چی جوریه، و در ضمن همین چیزای الان رو توضیح میدید، مثلا فئودالیزمی که داره میاد، نقش راند اصلا یه جایی که دیگه اصلا نمیشه از استثمار، از تولید ارزش اضافی و این چیزا اصلا حرف زد، یعنی اونا هم بالاخره باید توضیح داده بشه اینجوری چرا الان نمیدونم اپل و نمیدونم مایکروسافت و اینا جز به شرکت های بالان، نه جنرال موتورز و نمیدونم بوئینگ که حالا مثلا هواپیما می سازن یا موتور. به هر حال من قبول دارم حرف تو، ولی خب دیگه بالا یه مقدارشم توانایی افراد دیگه، من بیشتر به این جنبه متمایلم. ممنون رفیق مراد. تا جایی که من خبر دارم رفیقمون کامبیز میخواست صحبت کنه ولی میکروفون مثل که ظاهرا نمیتونه دستشو بالا کنه.
نمیدونم رفیق مونجه درست کردین و یا نه. اگه درست شده بفرمایین رفیق کامبیز، نوبت شماست. صدای من میاد؟ بله بله صداتون میاد ولی تصویر نداریم. تصویر ندارم، منم نمیدونم چی شده، از من نیست، یه چیزی از اونجاه. رفیق جی شما تصویرم به ایشون دادین یا نه؟ حالا ضرورتی نداره، نمیدونم. به هر حال خودت اگه کلیک کردی روی ویدیو درست نشد، به هر حال پس صحبتتو بکن دیگه. نمیدونم چرا تصویر نداری. چشم، ولی صدام میاد. صداتون میاد. بله اوکی، خیلی ممنون رفیق، خیلی بحثتون همه جانبه و عمیق بود، اگرچه من با بیشتر نکات تئوریکتون موافقم، با نتیجه گیریاتون کاملا مخالفم. خود شما هم من خیلی علاقه دارم، دنبالتون کردم شخصا، خیلی ارادت دارم به شما، ولی خب از نظر سیاسی عرض میکنم. ببینید، از یه نظر من فکر میکنم یه نکته خیلی مهمی رو شما انگوش گذاشتین روش، که منم و رفقامون، یه سری رفقای گروهمون و یه سری هم آدم هایی مثل همین یارو چی اسمش؟ الن میکسینز وود هست. اینا اینجوری نگاه میکنن که انباشت فاشیسم تاریخی. بله، ولی این نکتهش رو من مورد نظرم که انباشت بدوی راز این قضیه است، که شما هم یه اشاراتی کردید. یعنی پروسه انباشت بدوی، یکی تو آغاز سرمایه داریه، یکی پریادیکلی به نظر من و یه سری از این رفقامو، هر موقع که سرمایه داری نمیتونه از طریق بیرون کشیدن اضافه ارزش و استثمار غیر شخصی، لغات خوبی شما به کار بردین، فرا اقتصادی، یعنی مجبور میشه به این دستاویزا متوسل بشه، روش های غیر اقتصادی، زور عیان و برهنه بیاد بی خانمون بکنه مردمو، اموالشون از دستشون بگیره، از یه طرف دیگه پرولتاریا بیافرینه، چون همینجوری که آدم بدون وسایل تولید دنیا نمیاد، هر کسی بالاخره یه دکون، یه ابزار، یه چیز دیگه، اینا رو به زور از چنگ اینا درارن، اونا رو هم به چنان شرایط وحشتناکی بندازن که با هر دستمزدی حاضر باشن کار کنه که این نرخ سودی که اومده پایین رو جبران کنه. بنابراین حالا از این پرگویی منظورم این بود که انباشت بدوی و این حالت های قتل و غارت و جنگ و فلان اینا ریشش تو خود سرمایه داریه، نه اینه که یه چیزی بیرون از سرمایه داری. منتها دو تا پروسه داره، یکی اینه بی خانمون کردن تولید کننده های مستقیمه، یکی دیگه تبدیل اون اموال اینا که غارت شده به سرمایه است، یعنی باید بشه سرمایه، اگر نه خب غارت همه تاریخ بوده، هیچ وقت انباشت گذار از انباشت بدوی به سرمایه داری نمی شده، همیشه خب یه غارتی بوده صرف تجمل و خرید مصرف و فلان اینا. بنابراین این یکی میخوام بگم ریشش تو خود سرمایه داریه، نه یه چیز پارتیکولره، و توی ایران مثلا میان یه جوری مصنوعاً بیابی ایجاد میکنن که بعد آب تبدیل به کالا بشه، بشه فروختش. خب این میشه یه پروسه گذار از انباشت بدوی به انباشت عادی سر. بعد یه نکته دیگه ای که به نظر من توی صحبت شما من زیاد باش موافق نبودم این بود که شما ضمن صحبتتون یه جوری تصورتون این بود که انگار مارکس که زیادی اکونومیستیک برخورد میکنه، یا برخوردش برخوردیه که جنبه های دیگر رو نمیبینه، در حالی که به نظر من مثل این میمونه که ما الان به عنوان انتقاد به مارکس احسان طبری رو بگیریم و شروع کنیم بحث کردن با احسان طبری. خب احسان طبری درسته، ولی احسان طبری مثلا بگیم 5% از حرفای مارکس رو فهمیده، بقیهش پرت و پلاه، ما میتونیم با اون انتقاد کنیم. خود مارکس اگه حتی از نظر تعداد کتابا نگاه کنی، نقد فلسفه حق هگل، مسئله یهود، دست نوشته های اقتصادی فلسفی، حداقل این سه تا کتاب اساسیش
راجع به یه مقولاتیه که خیلی کم به اقتصاد سیاسی کنن، اصلا نقد فلسفه حق که اصلا ربط نداره. نقد چیه؟ نقد حقوقه. نقد حقوق هم که میگیم یعنی چی؟ اونجا به ما نشون میده که حقوق خاص جامعه سرمایه‌داریه. تو جامعه ما قبل سرمایه‌داری ما امتیاز داریم، حقوق نداریم، حقوق برابر نیست. در نتیجه یه ویژگی سرمایه‌داری برابری حقوقیه. و بعد چرا این میره تو بحر؟ اینو بحث میکنه. دولت جدا از جامعه مدنی خاص جامعه سرمایه‌داریه. ما دولتی که از چند هزار سال پیش باشه تا الان به نظر مارکس نداریم. فقط تو سرمایه‌داریه که جنبه عمومی زندگی از جنبه خصوصی جدا میشه و همونطور که شما به درستی اشاره کردین، حقوق بشر از حقوق شهروند جدا میشه. یعنی رابطه فرد با اجتماع میره زیر چتر شهروند، حقوق شهروندی. رابطه فرد با فرد میشه حقوق بشر. یعنی شما تابع هر ملیتی هم که باشین، تا جایی که تو جامعه مدنی، حالا مارکس میگه جامعه مدنی، ما میگیم عرصه رقابت و تولید کالایی و خرید و فروش نیروی کار، توی این عرصه دارید کار میکنید، به عنوان بشر حقوق برابر دارید. حالا این چه موقع میره تو بحران؟ وقتی که این حقوق برابر دیگه ضامن بیرون کشیدن اضافه ارزش نیست، برای که نرخ سود اومده پایین. حالا یه بحثای طولانی که نمیخوام الان بریم توش. به یه دلیلی سرمایه‌داری مجبور میشه برگرده به مکانیزمای انباشته بدوی، زور برهنه و عیان رو بیاره که مردم رو وادار کنه که بی خانمون بشن و در واقع به جای تولید اضافه ارزش، اضافه محصول رو به زور از تولید کننده ها بگیرن، به زور. که بعد وقت به درستی هم شما اشاره کردین، جنبه هایی که اونای دیگه گفتن، مثلا فوکو، به نظر من فوکو هم به دلیل نفهمیش اینو میگه. فوکو خیال میکنه با مارکس داره پولمیک. فوکو دنباله بحث مارکسه. وقتی میگه بیمارستان، تیمارستان، زندان سه تا نهادی هستن که به صورت ایمپرسونال و قهر غیر عیان، غیر برهنه، آدم ها رو وادار میکنن که از خودشون بیگانه بشن. خب این منطق مارکسه. مارکس خیلی قشنگ اینو مثلا تو کاپیتال که میرین قشنگ آدم میخونه، میبینه چطور آدما به این طریق از خودشون بیگانه میشن، برخلاف قرون وسطا که ارباب یا نجیب زاده یا شاه میتونست سر شما رو ببره به خاطر اینکه خوشش نیومده، یا بخوابونه شلاقتون بزنه، یا شکنجتون بده. در ملای عام توی سرمایه‌داری شکنجتون نمیدن، میبرنتون میذارنتون توی یه جایی که همیشه زیر نظری. اون زیر نظر بودن کنترل ایمپرسونال و از نظر حقوقی برابره، ولی این زائیده لاجیک سرمایه‌داریه. نه چون سرمایه‌داری نیست، سرمایه‌داری فقط اقتصاد نیست. اتفاقا مارکس نقد به اقتصاد سیاسی داره، نقد به حقوق داره، نقد به دولت داره. یعنی دونه دونه این نهادها رو برای ما به زبون امروزی بگیم دیکانستراکت میکنه، به ما نشون میده پشت هر کدوم از اینا چرا سرمایه خوابید. برای همین من فکر میکنم انتقاد ما به مارکس نیست، انتقاد ما به اونایی که یه جنبه از حرف مارکس رو گرفتن و اونو ابسولوت کردن و بعد وقتی اینو تبدیلش کردن به یه چیز مطلق، عملا حرفشون تبدیل شده به دفاع از سرمایه‌داری که اون جنبه مطلق شده رو باش مبارزه کنن. یکی گفته مثلا اختناق دولتی رو، یکی گفته استثمار بازار رو، یکی گفته روابط شخصی رو که غیر شخصی شدن، در حالی که مارکس همه اینا رو در خودش داره. و اتفاقا این ترکیب این مجموعه است که حرف مارکس رو راستکی رهایی بخش میکنه، ولی مثلا حرف فوکو عاقبتش میشه به دفاع از جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی. ببخشیم زیادی گفتم. نه والا من چیزی ندارم. به نظرم میاد شما خیلی همین اتفاقا مذهبی برخورد میکنید با مارکس، انگار که مثلا اصلا بقیه ول معطلن، اصلا بهتر بود فقط هم مارکس می نوشت دیگه، اصلا هم مارکس به بعد تا فوکو و اینا که همه جمهوری اسلامی هن و بقیه هم که خرن و ویبر هم که حرف مفت زده و. ولی من اینجوری نمی بینم. من فکر می‌کنم حتی تو مثال هایی که شما می زنید، خود مارکس سر انباشت اولیه حرف اولش اینه که
سرمایه به خاطر کمیت لازم اول به یه حدی از کمیت برسه، اون حد رو مثلا از طریق غارت مثلا ایجاد میکنه. خیلی برای همین هم تا سالها بعد همه مارکسیست ها هم احسان تبری بودن، بعدها افلاد اومدن زیر فشار و نقد و اینا مجبور شدن بگن نه آقا این چرخه هم باشته اولیه همه جا هست. و اتفاقا وقت وصل شدنش به نیروهای ماقبل سرمایه داری، به روش های اصلا غیر سرمایه داری، اصلا حتی حقوق بشر رو میخواید وصل میکنید به استثمار، چون نرخ سود رفته پایین، حقوق بشر بعد جنگ جهانی اول معلوم شد اتفاقا بدون داشتن دولت هیچ بشری بشر نیست. یعنی تمام جمعیت هایی که آواره شدن توی جنگ جهانی اول هیچ کدوم هیچ حقوقی پیدا نکردن، دقیقا چون شهروند نبودن. این نکته را مارکس ندیده، برای اینکه اصلا اون موقع نبوده، اینقدر جنگ جهانی اولی نبوده که این همه جمعیت بدون دولت پیدا بشه. حالا کار نداریم که حالا اصلا دفاع حالا اینا دنبال دولت گشتنشون که تمام افتخار نمیدونم مبارزات ضد استعماری و فلان هم تو همین میچرخه. باز اینجاش هم روشن نکرده مارکس که بالاخره تهش اگه ما از دولت فراتر میخوایم بریم، پس هیچ کدوم این مبارزات فعلی رفتی به سوسیالیسم و انقلاب جهانی نداره، اینا همه دنبال دولت هم. بلکه همون چیزی که فرانسوی و آلمانی داره حالا فلسطینی و یه جای دیگه هم میخواد داشته باشه. اتفاقا این نوع برخورد من زیاد بالا باش رابطه ای ندارم، اینکه همه چی رو به نرخ سود و به نام بحران استثمار، خیلی از غارت یه شکل خیلی اساسی اقتصاد تو جهان تا امروز هم هست، ربطی هم به سرمایه به نظر من نداره. مارکس هم آنچنان که باید و شاید اتفاقا اهمیتش رو ذکر نکرده، غارت همین امروز هم هست و لازم هم نیست به نرخ سود یا به نمیدونم ارزش اضافه ساختن وصلش کنه. غارت یکی از اشکال معاوضه است در کنار در واقع معاوضه کالایی که مارکس خیلی خوب نقدش کرده، و معاوضه اصلا در قالب هدیه که توی کمونهای اولیه و تو همه جوامع بدوی مردم اصلا بدون که بخوان کالا با هم رد و بدل کنن و هم دیگه کمک میکنن، غذا میدن، برنج میدن، یه جور پای و پای با هم هستن. غارت اون شکلی از اتفاقا مبادله است که دولت انجام میده، دولت کارش از یه بر غارته، حتی مالیات روی غارته، از یه بر باز توزیع اونی که غارت میکنه. حالا یه دولت هایی در طول تاریخ اصلا باز توزیع نمیکنن، فقط غارت میکنن. یه جاهای دولت رفاه عامه حالا یه بخشی از اون مثلا پخش میکنه، ولی به هر حال اصولا چیزی نیستش که کاپیتال مارکس توضیحش داده باشه. و رو همین هست، من واقعا نه، من فکر نمی کنم فوکو و بقیه همه ولمتنن چون مثلا همه چی در کاپیتال مارکس گفته شده. بله قبول دارم خیلی از نهادهای دیگر رو هم نقد کرده، نهادهای بیرون از اقتصاد رو، ولی توی تحول مارکسیزم من اتفاقا نمیبینم که بحث دولت ملت، بحث همین غارت، بحث نقشی که اصلا دولت در اقتصاد داره حرفی بزنن. یه جام که انقلاب مثلا سوسیالیستی صورت گرفته، اتفاقا چیزی که از توش در اومده دولتی ترین شکل ساماندهی اقتصاده که اصلا شاید نشه بر اساس استثمار بررسیش کرد، باید بر اساس اون یه شکلی از چون بردهداری دولتی بررسیش کرد که اصلا نوع تولید و نوع مازاد و نوع اصلا برداشتن مازاد اتفاقا توش خیلی شبیه همین چیزه انباشت اولیه است. یعنی به کمک زور ماورای اقتصادی کارگرها رو مجبور کردن این کارخونه این چم ارتش کار بکنن و یه جامعه ما قبل سرمایه‌داری رو به زور کتک به قول خودشون از راه رشد غیر سرمایه‌داری رسوندن حالا به اینجایی که الان که دیگه همین دست آقای پوتین افتاده. ولی من به هر حال فکر نمی‌کنم بشه اینقدر راحت همه چیز رو برد به سمت این درک. بله یه کلیتیه که همه با هم هست، مسلم دولت هست، سرمایه هست، با
غارت هست، نمیدونم استثمار هست، تبعیض هست، هم شکلهای مختلف نمیدونم اعمال خشونت هست که در کل با هم خب دنیای الان رو میسازن. ولی این فکر که همه اینا رو میشه مثلا آورد به فرمول تولید ارزش اضافی و بعد مثلا انباشت این ارزش در قالب انباشت سرمایه، این به نظر من همون چیزی که باعث میشه مارکسیسم تا به امروز همین در واقع نتونه جوابی بده اصلا به اینکه سیاست انقلابی چیه و چی کار باید کرد و نتیجهش هم میشه حتی اگرم جایی هم پیروز بشه، پیروزیش همون پیروزی دولته که هیچ دست کمی از سرمایه نداره در سلطه و کشدار و باستولید خودش بر اساس ترس و ناتوانی دیگران. ولی به هر حال دیگران بحث ادامه خواهد داشت دیگران. من مطرح کردم اینا رو، حالا دوستان دیگه میتونن سر قسمت های مختلفش نظر بدن. خب خیلی ممنون آقای تراب خان. مگه میخواین تشریف بفرید بوران جان؟ آها گفتم حسن نوز نه اگر هر روز فعلا آخه شما بگید یکی دو نفر گفتیدم دیگه هم آخر توریستن. ژانویه جلسه میداریم. بر آخر ژانویه جلسه دوم شماست، ادامه همین بحث. بله بله خب آخه یه سی و چیزی یکم بگذاریم برای ژانویه، اون موقعی چهارشنبه 31 ژانویه میگم شما پس یه توافق بحثایی رو کردید خود. میگم پس یه بحثایی رو بذاریم برای اون چهارشنبه اگه خواهد همه چی الان بله باشه. نه منم اول بحث گفتم امشب حال شما هم زیاد خوش نیست و حتما باید یه کاری بکنیم که بتونید زودتر تشریف ببرید. ولی همین سوال کردم، گفتم اون موقعی که باید زودتر تشریف ببرید میگید الان یا این که نه هنوز یه ذره؟ نه دیگه الان دیگه 11:30 دیگه تقریبا همون 2 ساعت شد دیگه، حالا هر جوری که شما میگید. اگه واقعا چهارشنبه ژانویه هست خب بذاری بحثا اونجا یه مقداری هم حالا بهتر و باشه، آدم نه با هیچ مسئله نیست مراد زمینه‌سازی عزیز. میاد نه اگه نه نه مراد جان هیچ مسئله نیست، شما خواهش میکنم. میدونم مریضین، به هر حال خیلی آره واقعا لطف کردین بذاریم علی رغم مریضی اومدین خواهش و به اصطلاح میدونم حتما رفیقمون کامبیز و رفیقمون امیر و اینا میخواستن برگردن به صحبت، ولی خود منم یه صحبتی داشتم، اینا رو میذاریم نوارتون رو گوش میکنیم بهتر و دقیقتر خیلی ممنون. دفعه بعد با هاتون بحث مفصل تر میکنم. حتما بنشی خوشحال. من معذرت میخوام دیگه به نه رفقای دیگه خواهش وقت میکنم، صحبت خیلی عالی، نمیدم. خیلی هم این ممنون، خیلی لطف داشتید. پس میفته به 31 ژانویه فرمان. بله جلسه باش دوم اگر احیانا مشکلی پیش آمد خواستید عوض کنید روزشو به من باشه اطلاع بدید، تماسیم. همیشه میتونیم جابجا کنیم وقت دارم. حتما به هر حال خیلی ممنونیم از این بحث، قربون شما، مطمئنم خیلی کلی ممنون. بحثای جالب از دل همین بحث بیرون خواهد آمد امیدوارم و اتفاقا تو همین به اصطلاح برخورد نظراته که کم کم هممون به یه چی میگن به یه اجماعی میرسیم که چه نکاتی بله مهمن برای این بحث. بالاخره همین حداقل آدم آگاه میشه از از نظرات نکاتی که مختلف. باید به اصطلاح جواب منم داد. خیلی تشکر میکنم از دوستان. ما هم از شما تشکر میکنیم، در ضمن تشکر از همه رفقا که تا حالا حوصله داشتن و در جلسه بودن. امیدوارم بتونیم به زودی ادامه این بحث رو ارائه بدیم و مطمئنم این بحث اولیه کمک میکنه که رفقا هم آماده تر باشن برای اون بحث. امیدوارم. بازم قربون تشکر شما. میکنم از رفیق مراد، شب بخیر بهشون میگم و به رفقای قربون دیگه. شما. فقط یادآوری کنم آخر جلسه که جلسه بعدی بود آغاز یه سری بحث درباره مسئله دوره‌بندی سرمایه داری. امیدوارم اون بحثم به اصطلاح رفقا شرکت کنن و امیدوارم اونجا بتونیم اتفاقا ربط این دوتا بحث رو با هم هم یه مقدار نشون بدیم. اتفاقا این حتما دوتا بحث به هم خیلی ربط دارن، اساسا دوره بندی خود سرمایه داری بدون مفهوم دولت نمیتونه صورت بگیره. یه کتاب دقیقا خیلی جالبی که رفیقمون مراد ترجمه کرده، اگر رفقای نخوندنش من توصیه میکنم حتما
بخوننش، مال کارتانی از به اصطلاح دوره مرکانتیلیسم صحبت میکنه بله که به نظر من مارکس اتفاقا زیاد توجهی به این دوره نکرده در پیدا، توی انباشت اولی اشاراتی کرده ولی واقعا دوره مرکانتیلیزم و دولت خشن اگر میخواین بفهمین چیه باید اون دوره مرکانتیلیزم رو قبل از سرمایهداری بررسی کرد. و هر حال من ممنونم از همه رفقا، همینچون از رفیقمون مراد که واقعا با علیرغم بیماری تونستن بحث قربونت خواهشم. مفصلی ارائه بدن، امیدوارم بتونن استراحت کنن، حالشون هم بهتر بشه، به زودی ایشون رو خواهیم داشت و امیدوارم خواهش میکنم. تازه جلسه 31 ژانویه اولیش باشه، بعد از این یه چند سری این بحثشون ادامه خواهد داشت مراد جان، بحثی که با یه هفته دو هفته تموم بشه نیست داره. اصلا و امیدوارم حتما ادامه خواهد بدید. خیلی پس ممنون از همه. ممنون از شما و شب بخیر خدمت رفقا. شبتون بخیر.